Bueno. Hadi gidelim. Hadi ya. ضبطه. بچه ساکه. گذران زندگی با فیلمسازی منو به جاهای زیادی کشونده. سر صحنه یه ویدیو کلیپ یا صحنه جشنواره‌ای که به خاطر فیلمی که در مورد یه شاعر ساخته بودم جایزه بهترین فیلمو گرفتم. اما اینجا همیشه با این تناقض زندگی می‌کنی که آیا زندگی رو با فیلمسازی می‌گذرونی یا باید کارتو زندگیت کنی و چیز دیگه‌ای نخوای. خوشم بیا چه نه، این زندگی منه. فردای روزی که جایزه رو گرفتم چیزی تغییر نکرد. برگشتم سر کار تا زندگیمو بگذرم. تاپ تاپ میکنه دلم تو سینه تا که چشمای ناز تو رو ببینه. من عاشقم و دلم زیر پاته، آرش عاشق این شیطونیاته. با عشقمون از دلم رو بردی، زیرا میرفتی و بازی رو بردی. دلم من اینجا اتاق منه. دارم روی یه موزیک ویدیو کار میکنم. مدتی شروع کردم از خودم فیلم گرفتن و کارامو سوژه کردم. اما متوجه شدم به صورت ناخودآگاه وقتی بی هدفم از خودم تصویر میگیرم، فقط بخشایی از خودمو که میشه جایی بدون دردسر نشون داد و ضبط میکنم. چقدر این تصویرها واقعیت زندگی منو نشون میده؟ اگه من نتونم واقعیت زندگی خودمو بگم، در مورد دیگران چه حقیقتی رو میتونم بگم؟ چه فیلم مستندی میتونم بسازم؟ این فکر را از پارسال که داشتم یه فیلم از عارف قزوینی میساختم تو من شروع شد. اینا عکسای پشت صحنه همون فیلمه. فیلمی که نیمه کاره ولش کردم. تا اینکه از همدان با هم تماس گرفتن که برم اونجا. باید راه میافتادم. دستو تو کارت نمیذارم. صداش که میام بعدم. بابا آخر بعدم صداش میاد. بزن. نه نه. کار ساخت فیلمو به خاطر داییم شروع کرده بودم، اما به خاطر خودم متوقفش کردم. خوشحال بودم که تونستم بودجه یه فیلم در مورد عارف رو از تلویزیون بگیرم. اما فکر میکردم دارم یه کار سفارشی مثل ویدیو کلیپ انجام میدم. با همه اینا شروع کردم فیلم گرفتن از کسایی که خوب میتونستن در مورد عارف حرف بزنن. بیشتر علاقه من بودن و کار میکردن. مثلا آقای عباس فیضی. مهدی بهخیال یه جوون همدانیه که 5 ساله داره نسخه های مختلف دیوان عارف رو تطبیق میده تا بتونه کامل ترین دیوان از عارف رو چاپ کنه. عارف ازت بپرسم، فکر کنم قطع کنیم چون چیز بشه. شکل قضیه در اومده اون چیزی که من میخوام. دست آخر محمدعلی سپانلو بود که به خاطر کتاب 4 شاعر آزادیش میشناختم. تو اون کتاب چیزی بیشتر از تاریخ زندگی عارف قزوینی وجود داره. درگیری‌های ذهنی شاعر معاصر با 4 شاعر دوران مشروطه. سوال شخصی بپرسم ازتون در مورد عارف. تو مقدمه کتابتون در مورد نزدیکی خودتون به عارف بگید. چی باعث میشه که شما به عارف نزدیک باشید؟ خب یه مقدار شباهته، یه مقداری تناقضی. بله با مزد آدم ممکنه کسی باش تناقض هم داشته باشه بیشتر بپسنده، ولی من همیشه حس کردم علاوه جوشی بودن عارف، علاوه دخالت بی‌پرواش در امور زندگی و حتی علاوه زندگی شخصی با این من عارف خیلی مشابهت است. شاید اصلا علاقه من اول از این راه شروع شد و بعد به تحقیق در زندگیش پرداختم. تصدقت شوم. تأخیر در جواب دستخط اخیر گذشته از همه چیز به واسطه سرگردانی پیدا کردن خانه بود. چون آقای صاحب خانه نوشته است خانه را تخلیه کنید. در خصوص آمدن به تهران نوشته بودید. لازم است عرض کنم تا زنده ام آرزومند دیدن تهران نیستم، بلکه از اسم آن هم بیزار. وانگهی تا
بهار بلکه انشاءالله زنده نمانم. ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت. وقتی داشتم میرفتم از انباری خونه دایی عکس و آرشیوی رو که از عارف قزوینی جمع کرده بود بردارم، یادم اومد دایی به من گفته بود چهره واقعی عارف رو میشه از روی نامه‌هایی که از همدان برای دوستای باقی موندهش مینوشته شناخت، نه از دوره تهرانش که در اوج موفقیت، شهرت و محبوبیت بود. اون زمان متوجه نشدم دایی با تاکید روی دوره همدان عارف داشت زندگی خودش رو با عارف شبیه سازی میکرد. عارف رفت تبعید همدان رو دیگه شاعری نکرد. دایی هم که فیلمبردار جنگ بود بعد از جنگ از ایران رفت و همونجا فوت کرد. گفت اگر تو بنشین تخت اول عارف زنده بود، عارف هم موشا بود. گفت اگر بنشین اونجا بلندت میکنم. از بین تیکه فیلمایی که دایی جمع کرده بود، خاطره طالع همدانی از عارف تبعیدی تو همدان وقتی قمرالملوک وزیری اونجا کنسرت داده بود برام جالب تر شد، چون وضعیت روحی عارف رو تو دوره تبعیدش نشون میده. جان میکسی همه را عارف کردید. عارف عشق می متوجه عارف کنم روح عارف کنم گریه می گیره اون منظره را یادم. بعد که تمام شد اون سخنگوی اونجا گفت که خانم دستور دادن که تمام این هدایا را تقدیم به عارف بکنید. عارف رو هیچ قبول نکرد. این چند روزه از قراری شنیدم بلدیه سگهای شهر را میکشد. الان صدای سگهای من بلند شد. خواستم بدانم چه خبر است. نگاه کردم دیدم سگها دسته دسته از شهر گریزان به طرف دامنه الوند فرار میکنند. میفهمم که یک مملکتی را با خود دشمن کرده بدون اینکه 10 نفر دوست داشته باشم. همون معاشرت زیاد و دیدن 100,000 بی حقیقتی که هرگاه 1,000 یک آن به حقیقت نزدیک بود، امروز بایستی در خود تهران 10,000 دوست فداکاری می داشتم. به قول روزخانها، کجا رفتند آن رعنا جوانان؟ بلی، نتیجه همون آشنایی هاست که امروز جز با سگ مرا از هر چیز و هر کس بیگانه کرده است. دیگر از عمر من چیزی باقی نمونده. خیلی زود خواهم مرد. این را هم بدانید که خیال مرا کشت. همون خیالاتی که مرا گوشه‌گیر و مردم گریز کرده است. خوبی؟ ممنونم. شما خوبی؟ کی را میافتی؟ چون آقای فیضی حالش خوب نیست. یه زمانی خدای نکرده دیر نرسید، کار از کار میگذاره. الان چه جوریه وضعیتش؟ خوب نیست متاسفانه. من 2-3 روز پیشش بودم، حالش اصلا خوب نبود. بعد مهدی میشه رفت سراغشون اینا با این وضعیت؟ آره، هماهنگ کردم با خانوادهش، مشکلی نداره. مهدی اگه بتونی تا امروز مثلا یه سری بهش بزنی بگی من برای چی دارم میام، اگه هم نشد همون فردا صبح با هم میریم. باشه حتما این کارو میکنم. با سندایی که دایی از عارف جمع کرده بود به جایی نرسیدم. یه هفته بعد مهدی به خیال زنگ زد که آقای فیضی تو بستر بیماریه. آقای فیضی هم مثل دایی سند جمع کرد. اون از عارف تبعیدی تو همدان عکسایی داشت. شاید این یه نشونه است که باید دوباره فیلمو شروع میکردم. زندگی عارف یک مجموعه ایست از تناقضات، به طوری که میشه باید گفتش که گاهی آدم فکر میکنه که از متن یک رمان سراسر حادثه بیرون اومده. او فرزند خانواده متوسطی در قزوین بود که به هر حال زندگیشون میگذشت، ولی از نوجوانی آدم شورشی بود، نمیپذیرفت تعبدات اجتماعی رو و
با همون روحیه وقتی که انقلاب مشروطیت آغاز شد وارد جریان‌های سیاسی شد و می‌دونید که در حقیقت می‌شود گفت عارف سخنگوی رسمی انقلاب مشروطیت ایران در شعر، یعنی او رو شاعر رسمی انقلاب مشروطیت ایران می‌شناسند. از آنجا که حضرت باری تعالی و جل و شأنه سررشته ترقی و سعادت ممالک محرومه ایران را به کف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده، لحاظا در این موقع که رأی و اراده همایون ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و تشهید و تایید مبانی دولت اصلاحات مقتضیه به مرور در دوایر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذاشته شود، چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی تشکیل و تنظیم شود و به اون الله تعالی مجلس شورای مرقوم نگهبان عدل ماست. کسی که با ملت تماس می گرفت و این آرمان ها رو مطرح می کرد بزرگترین چهرهشون عارفه. به علت چه اینه که او آدمی بود که موسیقی و شعر خوب میشناخت، آدمی بود که بلد بود با جامعه روبرو بشه، خوشرو بود، خوش آواز بود، استعداد شاعری داشت، استعداد آهنگسازی داشت، پس با توده ها طرف میشد، نه که فقط کتابی باشه که با سواد بخونن. در کشوری که احتمالاً 3-4% با سواد داشت خیلی مهم بود که کسی بتواند روبروی مردم عادی، مردمی که احتیاج به سواد، یعنی سواد نداشتن و بعد حرف‌ها و ایده ها نه به زبان پیچیده سیاست بلکه به زبان ساده اونا برشون گفته میشد، این کار مهمی است که میتونه عارف رو شاعر ملی کنه، چون هم با ملت حرف میزد، هم ایده های ملت رو میگفت، ایده های انقلاب مشروطیت. وقتی میگه که پیام دوشم از پیر می فروش آمد، بنوش باده که یک ملتی به هوش آمد، هزار پرده از ایران درید استبداد، هزار شکر که مشروطه پرده پوش آمد، ز خاک پاک شهیدان راه آزادی ببین که خون سیاوش چسان به جوش آمد. اما مشروطه دوام نیاورد. بعد از مرگ مظفرالدین شاه، پسرش محمدعلی شاه با حمایت روس‌ها مجلس را به توپ بست و مشروطه خواهان را به قل و زنجیر کشید و عده‌ای را اعدام کرد. این اولین فعالیت سیاسی و اجتماعی عارف که به نتیجه نرسید. عارف در این دوره ناله و امان از فراق آزادی سر می‌دهد. امان از فراقت امان، مردم از اشتیاقت امان، از که گیرم سراغت آمان، از که گیرم سراغت آمان، 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 آمان. حقیقت هم اینه که اونا موفق شدن. به یه تعبیر برای شما عرض بکنم که ببینید در هر جریان انقلاب یا هر جریان سیاسی یک در واقع میشه جنبه های سوء استفاده هست، جنبه های فریب ملی هست و معمولا آدم های بدبین اون حادثه رو فقط از نظر نقطه های منفیش تحلیل میکنن. انقلاب مشروطیت یه همچین چیزایی میتونه داشته باشه، میدونید، اما یک وجه پاکی و آزادگی داشت که اتفاقا عارف بهتر از سخن گفته. یعنی میخوام بگم رجالی بودن که در برای مشروطیت بسیار خدمت کردن، گاهی زندگیشون رو باختن، اما اونا به مستر امور ننشستند. عارف تبدیل به یک جمله شده بود. عارف شاعر مشروطه خواهی که با رضا خان مخالف بود. پارسال سر لاله‌زار یه پوستر چسبوندم از گروهی که می‌خواستن تو گراند هتل کنسرتی به یاد عارف بدن. اینم ساختگی بود. اینم تأثیر کار سفارشی برای تلویزیونی بود که یک سری الگویی از پیش تعیین شده برای هر چیزی داره. فقط می‌خواستم نشون بدم عارف هنوز بین عامه مردم آشناست که نبود. به خاطر شرایطی که داشتم توش فیلم می‌ساختم باعث شد از خودم بپرسم
واقعا اهمیت عارف بودن چیه؟ مرقوم داشته بودید ممکن است به علت کسر بودجه مملکتی و مخارج زیاد اعتبار دولت کفایت انعام تو را ندهد. ضمناً نوشته بودید دلتنگ و عصبانی مشو. اگر سینه من نگرفته بود زیر بار این مفتخوری و سرفکندگی نمی رفتم. آیا به که می شود گفت سینه من گرفت و من استطاعت معالجه اون را نداشتم تا اینکه به کلی از بین رفت؟ 5 سال پیش وقتی که سینه زی قیمت من گرفت که هنوز هم گرفته، با سابقه دوستی که در همدان با دکتر ربیعی داشتم موقتا برای معالجه به همدان آمدم تا بعد ببینم چه خواهد شد. خدا تمام کند که زندگانی تمام کرد. شبهای جمعه که می شد من درسم که تموم شد یه هفته می رفتم برم پیش مرحوم مادر. توی آرشیوی که دایی جمع کرده بود صدا و تصویری از علی اکبر خان شهنازی هستش که خاطره از عارف و در زمان اوج محبوبیت و سرخوشی در تهران تعریف می کنه. شنانی کجا بودم؟ من باید برم جعفرآباد. مادر من منتظر من یه هفته درس و شب نتونستم برم. نه ما نمیذاریم شما بریم، بعد شما میاریم میرسونیم احسارش. بعد اونجا که رفتیم منده سازی دستم گرفتم و سازی آوردن دست من، منده شروع کردم به ساز زدن و عارفم شروع کرد به خواندن. سعی کیف بود. با اینکه در مورد لاله‌زار زیاد خونده بودم و توش زیاد گشته بودم، تا قبل از اینکه پارسال فیلم عارف رو شروع کنم نمیدونستم عارف تو لاله‌زار کنسرت میداده. لاله‌زار رو از چند سال پیش که ویدیو کلیپی در موردش ساختم بیشتر دوست دارم. از لاله‌زار که میگذرم میرسه سال ما شدم، سال نفس تنگی عشق، سال زمین خوردن من. از لاله‌زار که میگذرم زخمای کهنه وا میشم، دوباره کوچه ها پر از مردم هم صدا میشن. چون خاطر انگیز بود دیگه، کلن به اونه که من تو لاله‌زار میگشتن همه مردم تفریح میکردن، محل تفریح بود لاله‌زار کلن. اولا که لاله‌زار در زمان قدیم گردشگاه ایران بود، بهترین جنسی لوکس اینجا بود. شبا آخری وقتا دورشگاه‌ها اینجا ردیف وای میستدن، اینا که از تئاتر و سینما میمدن اینا را میبردن. الان خود گران هتل تمام شده تبدیل به الکتریکی کلن، چه طبقات بالا چه طبقات پایینش. الان مثلا اون در مقابل هتل ها دیگه هیچی، اصلا ببخشید چجوری بهت بگم، انباریه. قدیم لاله‌زار بود، حالا لاله‌هاش رفتی زارش موندی. خب عارف در واقع همیشه صدای خودش رو به هر امیدی که در ایران پیدا میشد میپیوست و به حال آرمان و بعضی از شعارهای آرمانهای جدید رو از او گرفته. میگه که همیشه مالک ملک ملت هست که داد سند به دست فریدون قبال دست قباد. مگو کشور جم جم چه کاره بود چه کرد، مگو ملک کیان کی گرفت کی به که داد، به زور بازوی جمهور بود که از ضحاک گرفت داد دل خلق کاوه حد داد. کنون که میرسد از دور رایت جمهور، به زیر سایه‌ی آن زندگی مبارک باد. روزنامه‌ها به صورت گسترده از برگزاری کنسرت جمهوری عارف در اسفند 1302 خبر میدن. میل طبیعی و تمایل فکری شاعر حساس ملی ما آقای عارف به اصول جمهوری
و اصرار مبرمانه جمعی از آزادی خواهان و دوستان معظم الله ایشان را به سرودن دو غزل و یک سرود هیجان انگیزی وادار نموده است. این اشعار احساس پرور از غیظ و کینه ملی نسبت به دودمان قاجاریه و از افکار عمومی نسبت به اصول جمهوریت سیراب است. این کنسرت شب چهارشنبه 22 حوت در سالون گراند هتل داده می شود. کنسرت جمهوری آخرین حضور عارف در جریان‌های سیاسی قبل از مهاجرت به همدان بود. پس از مصیبت قاجار عید جمهوری یقین بدان بود امروز بهترین اعیاد. تو نیز فاتحه سلطنت بخوان عارف، خداش با همه بدفطرتی بیامرزاد. سلطنت گو رفت گو رو، نام جمهوریت از نو. نیست دوران قجر باد، این شجر بیبار و برباد. تا قیامت دادگر باد، بازوی پرزور جمهور. کار ایران رو به ره باد، نام شاهی روسیه باد. زنده سردار سپه باد. بیشک این آدم جاذبه داشته، یعنی اون که بهش میگن کاریزما. ببینید میشه حد زد این آدم مغرور، این آدم خوش سر زبان دار، این آدمی که زیباترین زنان عصرش هم تشویقش میکردن و ستایشگرش بودن و گاهی دلباختش بودن. ببینید میشه حد زد این آدم مغرور، این آدم خوش سر زبان دار، این آدمی که کنسرت های وسیعی میده در زمانی که شما یادتون باشه گرامافون اینا خیلی گرون بوده کسی داشته باشه، ولی چطور این آهنگی که این میخونه توی کنسرت دو سه روز بعد تمام مردم کوچه و بازار میخوندن آهنگو، اینی که هنوز شما میتونید اون قدرت زیبایی و در حال معصومیت اون انقلاب مشروطیت و نبردهای تبریز و نبردهای تهران رو ببینید تو خون جوان، از خون جوانان وطن لاله دمیده. عارف که به خاطر تشکیل جمهوری از رضاخان حمایت کرده بود این بار هم شکست خورد. رضاخان به جای تشکیل جمهوری به سمت تغییر سلطنت پیش رفت. شش سال پس از تاجگذاری اعلیحضرت رضا شاه کبیر کشور به سوی ترقی پیش می رود. اعلیحضرت با شعار خدا، شاه و میهن کشور را به سعادت رسانده است. پس از حکومت سلسله بیکفایت قاجار که کشور را به سوی تجزیه پیش می برد، همکنون همه بخش های پادشاهی تحت کنترل دولت مرکزی است. سراسر ایران به 15 استان تقسیم شده و 11 وزارتخانه کشور را اداره می کند. خیابان‌های جدید آسفالت شده جایگزین کوچه‌های قدیمی شده است. جمعیت پایتخت رو به فزونی است و تهران در حال تبدیل شدن به شهری مدرن و امروزی است. کارخانه و محلات مسکونی رو به افزایش است. کشور دارای راه، کارخانه، فرودگاه، دادگستری، پست و راه آهن شده است. در اردیبهشت 1305 وقتی رضا شاه تاج گذاری می‌کنه، چه کسی بهتر از عارف می‌تونست در اونجا شعر بخونه؟ ولی نیست عارف، اصلا تهران نیست. خب این آدم از زندگی معاصر در واقع خودش میشه کنار. بیماری و سرخوردگی به خصوص دق کاملا در آثارش محسوسه. چون میگه همه زحمتایی که من کشیدم آب با آسیاب ارباب قدرت ریخته شد. میشود گفت با سکوت شرافتمندانه ای خودش رو از این زندگی به این شکل بیرون میکشه که نگه من یه زمانی خدمت کردم به سردار سپه، حالا چی مزد من چیه؟ اون بازم نمیخوام. این یک لحظه از تاریخ کشورمه که تکرار همه تاریخ ایران توشه. یک تخت و یک نفر که روش میشینه. نمیدونم چی درسته چی غلط. اینجاست که شک میکنم که آیا واقعا دارم حقیقت رو تو فیلم نشون میدم؟ اهمیت کار من چیه؟ این اهمیت رو تایید کردن، این اهمیت رو، این دانش رو به ملت آموختن، نقش عارف رو
بیجانشین کرده. شاید ما آهنگسازی داشته باشیم که در خود آهنگسازی بهتر از اونه. حالا این کار استادای فنه که دوره مشروطیت نگاه کنم میگن. شاید شاعری داشته باشیم که در صرف شاعری از عارف قوی تر باشه که داشتیم. میدونی؟ شاید کسی داشته باشیم که در میهن پرستی از عارف تندتر بوده که بازم داشتیم. مثلا میزاخان کرمانی. خب؟ اما مجموع اینا یه ترکیب دلپذیر ایجاد کرده که اون وقت هیچ کس عارف نمیشه. یه کن که سیل خون گری به شرافت خودت قسم از شدت ضعف و ناتوانی توانایی نگهداری قلم و به کار واداشتن آن را ندارم. از 20 آذر تا کنون که اواخر فروردین و یا اردیبهشت از تقریبا بستری و تب دست از گریبانم بر نمی دارد. پس بدانید که دیگر حوصله حرف زدن ندارم تا چه رسد به شعر گفتن و چیز نوشتن. تنها تدارک مرگ دیده و خود را برای مردن حاضر می کنم، ولی من وجدان خودم را گواه می گیرم که تنها از دست خود زندگانی دلتنگ و از نفس کشیدن در رنج و زحمت و از پا گذاشتن به دایره هستی ناراضیم. تنها آرزویی که داشتم این بود که تاریخ دوره آزادی خواهی خود را برای اطلاع آیندگان نوشته بگذارم و بگذرم. شکی نیست که با این همه پریشان خیالی این آرزو هم با من به خاک خواهد رفت. اساساً زندگی من یک معمایی است که مرگ من آن را حل خواهد کرد. دل ز دست غم مفر ندارد. توی همدان سراغ مهدی بهخیال میرم تا پیش آقای فیضی بریم. مهدی توی کتاب فروشی کوچیکش هنوز روی دیوان عارف کار میکنه. آشنایی مهدی با آقای فیضی به خاطر همین کتاب فروشیه که فیضی از مشتریاشه. همین آشنایی انگیزه کار مهدی روی دیوان عارف بوده. من حدود 40 ساله که تزویده این فرهنگ همدان مشغولم. ما که شخصا خود عارفه ندیدیم شده، ولی آثاری که از عارف هست بسیار گویای بود. من با تلواسه و تلواسه زیادی که کردم چون علاقه‌مند بودم که این آثار پیدا شده تحت اختیار عزیزم قرار بگیره. رای عشق راجب سگ عارف هست، اونم قشنگ عارف و سگش هست، اونم جز اصناف هست. تحسوس میدم تحت اختیار شما عزیز بزرگ با قرار بگیره و استفاده. دو روز بعد آقای فیضی فوت کرد و فرصت نشد ازش عکسی رو که دربارش حرف زده بود بگیرم. با نشونه‌هایی که تو صحبت‌های آقای فیضی بود، سراغ قدیمی‌ترین عکاسای همدان رو گرفتم. معلوم شد عکسی رو که آقای فیضی دربارش حرف زده بود، سیدی عکاس گرفته بوده. پسر مرحوم سیدی میگفت یه نسخه از این عکس رو به آقای فیضی داده و کسی دیگه این عکس رو نداره. همین ایشان این عکس رو به ما نشان داد و گفت که این عارف قزوینی هستش که خودش حاج آقا عکسش رو برداشته بوده. حاج آقا از بطن جوانیشون خودش هم صداشون خیلی گیرا و صدای خوبی داشتن و با این افراد رفت و آمدی میکردن. همینطور که مرحوم پدر تعریف میکردن و خب من خاطری ندارم که از کارخانه کبریت یا
اون محلش و اینا. ایشان تعریف میکردن که عارف در اونجا نگهداری میشد در کارخانه کبریتی، کارخانه کبریت بوده قبلا، حالا جایی داشته برای محافظت ایشان، اونجا از ایشان محافظت میکردن و نگهداری میکردن. حتی مرحوم پدر میفرمود که من میخواستم جلوتر برم با ایشان صحبت کنم، اجازه ندادن. از دیدن عکس من با نهایت تأسف اظهار تعجب کرده بودید که چرا به این زودی شکسته شدم. بسیار به جا بود تعجب کنید از اینکه تاکنون زنده ام. عارف ای روح جوانان وطن پیر شدی. امروز 5 روز است حال اینکه دست به قلم ببرم پیدا نکردم. مقصود باز نتوانستم این خط را تمام کرده با پست شنبه بفرستم. روی هم رفته حالم خوب نیست. هیچ تعجب نکنید از اینکه من شکسته و پیر شدم. تنها قدر نشناسی و فراموشکاری یک ملتی کافی است. ای کاش دیگر کاری به کار من نداشتند و میگذاشتند آخر عمر خود را با سگبازی تمام میکرد. یگانه ادیب شهیر ایرانی آقای عارف، قربانت سیدی، تیر ماه 1310، یعنی کمتر از 2 سال قبل از مرگ عارف. بعد از پیدا کردن این عکس وقتی بهش نگاه میکنم یاد یه جمله از بزرگی میفتم: در جستجوی حقیقت برای نامنتظرها آماده باش، چرا که یافتنش دشوار است و وقتی که میابیش حیرت آور است. به این فکر میکنم چرا من که میتونستم هر شغلی داشته باشم مستندسازی رو انتخاب کردم. شاید بهترین دلیلش جلوی رومه، لذت کشف کردن. کار، زندگی و رویا هر سه با منه. میگن اگه کسی نتونه شب و رویا ببینه دیوونه میشه. نبین داری نه آین، داری نه آین، داری ای چند. نبین داری نه آین، داری ای چند. Yeah.